بابا سلام، خوش آمدید به برنامه دیگری از هادی اش و گربه اش، گربه ای که ایران ماست و هادی که مخلص شماست و خانم ها آقایان این شما و این برنامه خانگی هادی و گربه اش که در بالخونه ما در غرب لندن تقدیم شما میشه و چون خونگیه خب خیلی عیبا داره که به خوبی خودتون میبخشا اید. بریم سر برنامه. درنگ نمونه بگم، در یکی دو تا از این جلسات بنا به درخواست های خود عزیزان حاضر در جلسه که به اعیادی ما برخورده بودیم هدیه داده شد. بله، آقای حمید بقایی که قبول رئیس جمهور بشن، حالا دارم راجع به سکه ها بحث شیرین سکه، موقعی که تحریم ها بوده برای ملت، فشارش رو ملت بوده، برای این آقایون سکه نمونه بگم، در یکی دو تا از این جلسات بنا به درخواست های خود عزیزان حاضر در جلسه که به اعیادی ما برخورده بودیم هدیه داده شد. خوبی این جلسات هم این بود که به عید و این ورا می افتاده و این سکه دادن دیگه جزء وظایف، سکه گرفتن اصلا جزء وظایف قانونی و شرعی حضرات می شده. که ایشونو متهم کردن که تو سکه ها رو دزدی، میخواست رئیس جمهور بشه. بنده خدا کاندیدای احمدی نژاد بود، حالا داره میگه که یکی از این موارد در شب عید قدیر بود که این جلسه برگزار شد و در این جلسه آقای فیروزآبادی که در اون زمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودن از آقای احمدی نژاد درخواست کردن، گفتن ما بعد از ساعت اداری داریم میایم، بالاخره یه هدیه‌ای باید به ما داده بشه. این سردار فیروزآبادی اول رفته میرفته میشه احمدی نژاد، چی گفته؟ گفته آقا ما میام اینجا که ایزم هست و بینبخت هم میمونیم دیگه اینا. شده اونا بقیه فرستانی گفتن شما برو، به هر حال یه عظمت چی داری ممکنه که جا بخورن و اینا، یا به هر حال یه جوری که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم بوده سکه هم میخواسته. خب آدم وقتی رئیس کل نیروهای ستاد مسلح نمیدونم فلان باشه، خب سکه هم دوست داره، اونم سکه همینجوری دست لافی دست خوشی آخر شبی آخری. البته ایشون میگه مفتی نمیگرفتن که آره اداری داریم میاییم، بالاخره یه هدیه باید به ما داده بشه. که همونجا با تجربه مدت زمان زیادی بود که این عزیزان شبها میومدن بدون هیچ دستمزدی کار میکردن، قرار شد که یک هدیه بهشون داده بشه. آدم دلش میسوزه برای این بیچاره ها که میومدن کار میکردن اون موقع شب، اضافه کاری میکردن. آقای عزیز جعفری بود، آقای فیروزآبادی بود، آقای رئیسی بود به عنوان معاون اول قوه قضاییه، آقای اژه‌ای بود به عنوان دادستان کل کشور. اینو که دیگه اصلا این آقای اژه‌ای رو که نمیشه سکه‌شو نداد، دادستان کل کشوره. بعد گاز میگیره، این آقا گاز میگیره، یعنی اون عیسی سرکز روزنامه‌نگار رو گاز گرفت. تا صحبت سکه هم نبود، حالا که این سکه باشه یه جور گاز میگیره که جاش اینجا گرد مال عیسی سرخیز همه جایی نیشه دندوش بود، اینجا راجع به سکه یه جوری میگیره اصلا قلوه کن اندازه یک سکه پوست کتف همین آقای بقایی رو این میکنه. اینجوری نگاه نکنین، مجبور بودن بهش سکه رو بدن، حالا کار نداره میرفته خودش تکذیب کرده، نه خیلی همچی جلسه نبوده، ما اینجا نبودیم، نه همش رو نبودن آخه. حالا این تکذیب هم داره جمع میشه و این ها حالا میخوان که پته همدیگر رو آب بریزن، از سکش رو کردن تا ببینی به کجا میرسن. آره این جمع قرار بود حداقل دوتاشون این رئیسی اون یورو جلیلی رئیس جمهور بشن. خب داشتن سکه جمع میکردن که حالا رئیس جمهور میشن دیگه نمیتونن برن سر کار، اقلا این سکه رو بفروشن باید زندگی کنن. آقای باهنر بود، همه شون باهنر بودن، قربونشون برم. فکر میکنم ما باید یه نامه ای به این عزیزان بزنیم، آقای رئیسی، آقای اژه‌ای، خود آقای فیروزآبادی، بقیه آقایون، مصباح مقدم، بگیم که آقای این سکه‌ای که شما اون شب خود دریافت کرده بودی یکی دو جلسه رو لطفا رسیداشو بدید که ما به دادگاه رسید میدم. بخصوص این
رئیس ستاد نیروهای مسلح اونجا رسید، اونجا آماده هستش که فقط برید در بزنین بگین اومدیم، رسید بگیریم، بعدش دیگه تو بیمارستان که به هوش اومدین رسیدشو میبینه. اینا رسید بدن، اینا اون لحظه که گرفتن رسید ندادن، الان میدن، الان میگن سکه بده رسید بدیم. قبلی ها مالیده، از حالا میگن از صفر شروع میکنیم، هر چند تا بخواهی رسید بدیم، بیا بیا رسید چند تا بخواهی. این آقای اجرایی فقط مواظب باشین، از این لباسه آهنی بپوشید، زیره بپوشید، برید رسید بگیرید، دلتون هم خوش باشه که بهتون رسید میدن. از خون جوانان وطن سکه دمیده، جوانهای ما رو کشتن، عزیزان ما رو زیر شکنجه هنوز هم دارن، برای اینکه دستشون پر از سکه های طلایی بهار آزادی بشه، سکه های ملتی تاراج شد، رشوه و حق السکوت و باد شد، سکه های ملتی تاراج شد، رشوه و حق السکوت و باد شد، سکه های ملتی مفقود شد، جمله نظر مهدی موعود شد، تا که بین المال تک تک شد، کار دزدان خزانه سکه شد، حجت الاسلام و سردار سپاه، حجت الاسلام و سردار سپاه. آره من اینجا تو قافیه چه وقت موندم؟ آره پشت صحنه‌مون رو براتون بگم، رسیدم به اینجا، شعر به من الهام شد، حجت الاسلام و سردار سپاه. خب حالا چی؟ مثلا رفته بودن تو کرده بودن اشتباه، یا خیلی فکر کردم برای مصرع بعدی، آخر سر نوشتمش مصرع بعدی رو. شما قافیهش مثلا شاه بهتر از بدتر از دوران شاه، خب اون که معلومه، مجسم سردار سپاه، سکه ها بردن گشتن، نه اینجوریش کردم، این یه مصرعش بهم الهام نشد، خودم درستش کردم، حجت الاسلام و سردار سپاه، دوست ها و یه قاتل رهبر پناه. از این بهتر عقلم نرسید، قافیه کمک نمی کرد، شاعر گاهی دربند قافیه میمونه، باید بشه الهام بشه، بعد وقتا نمیشه، ولی خوب خوشم هم نیمد. باز از این به حجت الاسلام و سردار سپاه، دوست ها و یه قاتل رهبر پناه، خیلی معنیش خوبه و محکمه. آه بعدم پیداش کردم، الهام شد یهو، حجت الاسلام و سردار سپاه، مثل خر افتاده بر انبار کاه. این بیشتر به من چسبید، بردمتون پشت صحنه، سه دقیقه من بابت همین مثل گرفتاری داشتم، حالا درست شد، حجت الاسلام و سردار سپاه، مثل خر افتاده در انبار کاه، سکه ها را پشت هم بلعیدند، بر نظام و انتظامش. این قافیه بازی ما داره امروز، بگذاریم اصلا، بذارید که اصلا بذارید عقود سکه ماجرا رو بشنویم. بشنو از سکه حکایت می کند، و از ریاکاری شکایت می کند. قشنگ داره، همشنگ ما نبود از اون نیه بدبخت مولوی بشنویم، که تازه اونم میگم بگذر از نی، من حکایت میکنم
و از جدائی ها شکایت می کنم. ناله های نی از آن نیزن است، نامه های ناله های من همه مال من است. این منم که هرچه نشتم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. چند ساعت ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. کجا رفتم من؟ آن سلام نازنینم شد هلو، وان چه گندم کاشتم روی جو. وای من، حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. دیدی آخر هجرشتم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. من خیلی عذر میخوام. آمد دیگه، خود جوش بود. این برنامه ما خوبیش همینه که همینجوری خودش. من میخواستم که از قول سکه بخونم، یاد نه مولوی. بشنو از سکه حکایت می کند، و از ریاکاری شکایت می کند. که از بقایی تا مرا بستانده اند، فاتحه از بحر ملت خوانده اند. بود یک سردار خیلی با کلاس، کله کوچک داشت و هیکل قناس. بود خیلی در مسلمانی امیر، آیه ها میخوان خیلی هم دقیق. روی دوشش قپه و نقش و نگار، داشت بر سردوشی خود افتخار. آمدی مانند ناپلئون به پیش، چون گدا اینجور کردی دست خیش. این شعر ما صدا و سیمایی سمعی و بصریه، باید اینجوری نشون داد. ناپلئون دستش البته اینجا بود، اینجا در ایشو مثل ناپلئون میاد. و آمدی مانند ناپلئون به پیش، چون گدا اینجور کردی دست خیش. چرا حالا گردنی کچ کرد سردار رشید، گفت ما را سکه می باید بدید. با بقایی گفت من فرمانده هم، زانچه فرمانده بدیدی من به هم. این منم سردار هرچه لشکر است، پشتبانم لشکر پیغمبر است. این یونیفرمی که من داورم به تن، پارچش نظر حسین است و حسن. دکمه های رخت من یک در میان، هست نظر حضرت صاحب زمان. این کلاه هم را تو اینجوری نبین، توف دران کرده امیر المؤمنین. حضرت عباس بوده یار من، جای اردنگیش بر شلوار من. گرچه من فرمانده صد لشکرم، لیک پیش رهبری چون نوکرم. پس به من سکه بده بی گفتگو، چون که دارم توی منزل آبرو. گرز من پرسد عیالم ای حسن، هیچ آوردی تو سکه بهر من؟ من به او گویم بفرما ای عیال، سکه آوردم به شوکت با جلال. نمیگه اونجا گدایی کردم، رفتم گفتم آقای احمد افتاده ما شبا میام اینجا آب اینجا. خب بالاخره دیگه دیره میرسیم خونه، خسته بگیرم. اینو نمیگه که من به او گویم بفرما ای عیال، سکه آوردم به شوکت با جلال. این ابهت را نمایم مصرفش، می گذارم سکه ها را در کف.
کفش، همونجور که بقایی در کف من گذاشته. بعد بقایی میگه ای بقایی، پس تو هم با این قرار سکه هایی در کف مخلص بذار. خیر انباتت در این شام قدیر، ای بقایی دست این جانب بگیر. سکه دان اینا رو تعریف میکنه، خودش شاهد ماجرا بود دیگه. سکه میگوید که هر کس میرسید، این بقایی را همونجا میسکید. دیدم آن روحانی گردن کلفت، سکه ها را قاپ میزد جفت جفت. این یکی از بابت رشوه گرفت، آن یکی با غمزه و اشوه گرفت. سومی دور خودش را فوت کرد، نه کرد فوت، قافیش اینجوریه. سومی دور خودش را کرد فوت، پس گرفت از بابت حق السکوت. بعد سکه اینجا دوباره تکرار میکنه اون چیزی که من خوندم اول، سکه های ملتی تاراج شد، رشوه و حق السکوت و باج شد، سکه های ملتی مفقود شد، جمله نظر مهدی موعود شد. تا که بیت المال تک تک شد، کار دزدان خزانه سکه شد. حجت الاسلام و سردار سپاه، مثل خر افتاده بر انبار کاه. سکه ها را پشت هم بلعیدند، بر نظام و انتظامش باز من ماندم و حکم قافیه. معذرت میخوام، همینجا کافیه. رحیم مشایی گفت. چی گفت؟ خودش به من گفت. چی گفت؟ شاب دولزین گفت. چی گفت؟ صحنه قدیم گفت. چی گفت؟ توی یوتیوب گفت. چی گفت؟ شمرده خوب گفت. چی گفت؟ تلویزیون گفت. چی گفت؟ وقت از اون گفت. چی گفت؟ گفت عجب چیزی منم، تقویم رومیزی منم، میلاد حضرت رو میگم، ساعت بعثت رو میگم، حضرت صادق رو میگم، امام سابق رو میگم، شهادت امام حسن، ذکر مصیبتش با من. اصلا خودتون ببینید، بعد از اینکه ما تقویم دیواری داشتیم و تقویم رومیزی داشتیم و تقویم نمیدونم تو جیبی داشتیم، حالا این تقویم روموبلیه که من اسمشو گذاشتم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک ملت بزرگوار ایران، عرض سلام و ادب دارم به حضور یکایک شما عزیزان و حلول ماه پرخیر و برکت و مسرت و شادی ربیع رو به یکایک شما عزیزان تهنیت عرض میکنم. در رأس همه میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و حضرت امام صادق علیه السلام رو تبریک میگم و البته شهادت امام حسن عسکری رو در هشتم ماه داریم که باید به محضر فرزند برومند ایشان حضرت صاحب الامر حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف این زایه رو تسلیت عرض بکنم و البته به خاطر نهم ربیع که سال روز آغاز امامت حضرت صاحب الزمان هست، این تحول بزرگ تاریخی رو به حضور شریف مولایمون تبریک بگم. خب انت چند تا نکته باید بگیم. اول اینکه این چی میگه سال روز به حضرت نمیدونم صاحب زمان، خب بند خدا حضرت
میشه این فیلم تو رو ببینه. حضرت میره تو یوتیوب تو رو سرچ میکنه که ببینه که چی گفتی. حضرت تلگرام اینستاگرام، این یه کارت تبریک مثل آدم مینوشتی میبردی لبه چای جمع کردن تلق مینداختی اون تو. چرا بی خودی منه سر حضرت میذاری بیان که اصلا یه دونه کارت تبریک برش نوشته باشی؟ همینجوری خالی بندی داری بر ما تقویم میگی و این تقویم رومیزی که من اختراع کردم همه رو هم نگفت از اون نصفشو از مثلا میلاد. آره مثلا سالگرد ختن سرون دو تپلان مسلم رو نگفت، یعنی البته سالگرد ختن سرون یکیشونه، یکیشون در رفت خط نگاهش رو دست شریعت نداد، ولی اون یکی که داد. تو اگر که انقدر به زید و بم و گوش و کنار حضرات واقفی و تاریخاشونو میدونی، اینم باید از دست در نمیرفت. سالگرد ختنه یکی از این دو طفلان مسلم، البته بعضی میگن این حرکات این حرفای ایشون این چه برای عوام فریبیه، نه واقعیت داره. ببینید اینجوری هم نیست، خب هم معتقدن اون تابلوی حجت ابن حسن عسکری رو اون لازم فرمید اونجا، یه تابلو گنده تر اون اونجا هست. اینا اعتقاد دارند، معتقدند و به همین اعتقادشونه که با این همه دوستی و گرگی و سک که با دکل و خاوری و زراب و بابک زنجانی و اینا، اون محافرد امیر خسروی هم که تفلکی اعدامش کردن همچنان تونستن جلوی دوربین ها بشینند صحبت کنند و اعلام موضع کنند. اون هفته من این رو گذاشتم و بعضی متوجه نشدن که منظور آقای رحیم مشایی از اینجور نشستن جلوی دوربین چی بوده، که ما با حرکت دوربین الان بیشتر متوجه میشیم، یعنی خودمون دوربین رو حرکت میدیم تا ببینیم که ایشون چیکار دارن میکنن. ایشون دارن برای مقام معظم رهبری موضع خودشون رو مشخص میکنن. دارن ایشون با اینکه میگن من تا حالا اعلام موضع کردم یا نکردم، دارن اینجا در واقع اعلام موضع میفرمایند. احتمالا برای مقام معظم رهبری پیامشم اینه که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داریم، شبها و روزهای تا حد امکان خوشی براتون آرزو میکنم. بچه ها این گروه ایران ما میره با خاطره ها
دل من پر میزنه، دل من پر میزنه. میگه اون شهر شما خوب جایی بود، خوب جایی بود، نتون هنوز پر از زیبایی بود، خوب جایی بود. گلی که کاشتی تو باغچه سرزد، عکس تو بر سر تاقچه سرزد، اما مادر دوتا چشماش به دره که عزیزش هنوزم در سفره. شب و وقتی به چشاش خواب نمیره، حافظو بر میداره فال میگیره. گلی که کاشتی تو باغچه سرزد، عکس تو بر سر اما مادر دوتا چشماش به دره که عزیزش هنوزم در سفره. شب و وقتی به چشاش خواب نمیره، حافظو بر میداره فال میگیره. گاهی وقتا که از رنج جدایی شده، با سر درد دلو ها می کنه در پیه